سلام. علیکم سلام. اینجا چیکار میکنی؟ تو الان باید اهواز بشی؟ دو تا بخیه که اهواز رفتن نداره. و این حالت صلاح نیست بیه. من ناسلامتی معاونتم، باید دم دستت باشم. مشتبه هست. از مرتضام کمک میگیرم. اذیت نکن مهتی، اذیت نکن. سه ماهی که چشامو دوختم به این جاده ببینم کی میشه اتوبوسا قطار بشن تو اردوگاه، که یعنی عملیاته. حالا که اتوبوسا به خط شدن، زخم تنم با هم راه اومده، تو میگی نیام؟ از عملیات رمضان تا حالا صبر کردم که یه بار دیگه بزنیم به خط شلمچه. حالا سر بزنگاهه، تو میگی نیام؟ معلوم نیست ما دوباره به همون خط بزنیم. تازه از اون قضیه چند سالی میگذره. خدا میدونه سر جنازه برادرم. خودم خاکش کردم با همین دستام. همونجاست. مطمئنم که از جاش تکون نخورده. نمیشه. منطقه جای ماجراجویی نیست. من تو خیلی وقت با هم رفیقیم. درد منو میدونی. انتظار داشتم تو اولین کسی باشی که بهم کمک میکنه. هنوزم با هم رفیقیم. اما نمیتونم بهت اجازه بدم تو منطقه ول بگردی. میتی من به مادرم قول دادم. از بس گریه کرده چشاش کم سو شده. باور نمیکنه که حسین شهید شده. مرتب با خودش زمزمه میکنه و مرثیه پسر گم شدهشو میخونه. حتی نمیدونه سر کدوم قبر گریه کنه. خونه ما شده کنعان و مادرم شده یعقوب. منتظره که عباس تو نمیتونی بیای. ولی من به مادرم قول دادم. بس دیگه، همین که گفتم. هدف اصلی عملیات نزدیک شدن به اروند و برهم زدن و انهدام ماشین جنگی عراق. این محورهای رخنه در خطوط پدافندی دشمنه. عملیات از دو جناح اصلی تشکیل میشه. یک بخش از پنج ضلعی و جلوی دریاچه، یعنی این حدود، و بخش دوم خود دریاچه که منطقه عملیاتی ما محسوب میشه. ماموریت ما رسیدن به این جاده مهمه. با تصرف این جاده استراتژیک، ارتباط تدارکاتی بین یگانهای زرهی و پیاده شمال و جنوب قطع میشه و نیروهای همجوار در این منطقه میتونن به راحتی تا کناره‌های اروند و این جزایر پیش برن. ادامه عملیات از این محور توسط لشکرهای دیگه ای انجام میگیره. طرح مانور به چه ترتیبه؟ مراحل اولیه این محور توسط لشکر 25 کربلا انجام میشه. بعد نوبت به لشکر ما میرسه. در ابتدای کار گردان مالک و گردان حبیب انتخاب شدن. گردان حبیب برای رسیدن به جاده و گردان مالک برای پاکسازی و استقرار در میانه راه. مقدارم به عنوان گردان احتیاط در نظر گرفته شده. بعد از شکسته شدن خط اول توسط نیروهای قواس لشکر 25 و پاکسازی سنگرهای جلوی آب، گردان حبیب از این محور با قایق خودشو به دژهای اونور دریاچه میرسونه و تا جاده تدارکاتی دشمن پیش میره، یعنی اینجا. و گردان مالک جاده روی دریاچه رو پاکسازی میکنه و در این دژ مستقر میشه. موقعیت مالک حساس تره. اول به جهت حفظ جای پای ما در اون طرف دریاچه برای رسیدن به جاده. دوم، اگه گردان حبیب موفق به حفظ جاده نشد، مالک سریعاً با حبیب الحاق برقرار میکنه. اگه تصرف این جاده انقدر مهمه، پس چرا نیروی بیشتری وارد عمل نمیکنیم؟ ما نمیتونیم بیگدار با آب بزنیم. وقتی سنگرهای دژ دریاچه توسط گردان مالک پاکسازی شد، اون وقت گردانهای دیگه وارد عملیات میشن. اسم عملیاتو نگفتی. کربلای 5. خب بچه ها زود باشین، باید راه بیافتیم. برین لبه آب تا منم بیام.
پشت سر هم بریم، یه خورده هم عجله کنیم. خیر پیش. مجعلنا یادتون نره. متوجه شدید، منتظر علامت تحصیل. به امان خدا. موفق باشی. برامون دعا کن سید محسن، خدا دعای دلشکسته ها رو زود اجابت کنه. دعای خیر بدرقه راهتون باشه. به امان خدا. یک را بنداز، منصور مرستیم پای کار. منصور، ما رسیدیم پای کار، همه آماده ایم. محسن، محسن، علی، محسن، محسن، علی. به گوش باش محسن جان، به گوش باش. حاج علیه، غذا آماده است، میتونین بیان این طرف سفره. حاج علیه، میتونین شروع کنین. بریم بچه ها، گردن حبیبو بگیر. جواد، منصور، به گوش باش. شهید، شهید، منصور، به گوشم. تو گورهان تو پشت سر من را بنداز. باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بچه عجله کنین، زود باشین. محمدون رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم یا زهرا یا زهرا یا زهرا. منصور، بگوشم. منصور، ما رسیدیم وسط سفره. مسیر رو ادامه بدین و با ما در تماس باشین. مؤید باشین. تمام. رصدنا اتصل بالمقر من غالب الى ماجد، كشفنا ذبذبات الايرانيين. بیا
حاجی مواظب گردان باشین. نگران نباش، توکل به خدا. الله اکبر. بگو گردان احتیاط وارد عمل شه. برای مالک چه کار کنیم؟ باید یه نفر براشون بفرستیم. فرصت این کارو نداریم. ولی مالک بدون فرمانده نمیتونه ماموریتش انجام بده. فعلا باید یه نفر از تو خودشون انتخاب کنیم. صفایی چطوره؟ فرمانده خوبیه. اما در تصمیم گیری تردید میکنه. با مالک تماس بگیر. بودو، یه خورده سریع‌تر. عجله کن. بچو. عجله کن. علی، عجله تو کار داره. بودو ماشاءالله. شهید بدوشم. عجله کنید. از این لحظه به بعد دست گرم تو باید روی سر بچه‌ها باشه. مفهوم شد؟ چرا معاونش رو جایگزین نمی‌کنی؟ مهدی جان، بعض دستیارش هم تعریفی نداره. ولی من آدرس‌ها رو دقیق نمی‌شناسم. نمی‌دونم با کی هماهنگ کنم. من در وضعیتی نیستم که. حبیب ریتش منتظر شماست. بلافاصله بعد از هماهنگی با اون راه بیفتی. آخه حاجی، اینجوری که وقت تنگه، فرصت نداری. بجنبی. آخه من کاملاً توجیه نیستم. سری خودتو به حبیب برسون و ما رو در جریان قرار بده. مؤید باشید. تمام. قبل ساعة الإيرانيين فتحوا عدة جبهات جديدة بشلامجه من قاطع مخفر بوبيان وغرب بحيرة الأسماك، ولا زالوا يتمددون. القيادة العامة للقوات المسلحة أعطت أوامرها لصد الهجوم بكل قوة ومهما كلف الأمر. على جميع الوحدات والقادة والضباط أن يتعاونوا مع القيادة الجديدة للقاطع رقم واحد لمنطقة شلامجة اللي بطريقها إلى المطار. خسته نباشی. خیلی ممنون. خدا قوت. ببین ما الان اینجا هستیم. ما از یک کیلومتری چپ این دژ پیشروی رو شروع میکنیم، یه خاکریز رو رد میکنیم، از جاده میگذریم و در این خاکریز مستقر میشیم. خب شما هم بایستی با حفظ فاصله مسیر رو پاکسازی کنید، به این خاکریز که 500 متر با این دش فاصله داره برسید و مستقر بشید. متوجه شدم. خداحافظ. خدا. 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 چی شد بهت میگم. خیلی خوب بچه‌ها، حرکت بکنید. فکر نمی‌کردم اینقدر زود خبر بشه. وقتی مطمئن باشه کاری که انجام میده درسته، هیچ چیزی باعث نمیشه که تغییر عقیده بده. بچه‌ها رو مرتب کن، حرکت کنیم. باش. برادرها حرکت میکنیم. ماشالله. یالا یالا. بودو بودو ماشالله. بلند شو دلاور. ولی کلا ولی کلا عميد الركن خالد حميد آمن القاطع يرحب بكم سيدي. فضل سيدي. سيدي، القوات الإيرانية قبل ساعة عبرت بحيرة الأسماك بالزوارق، مجموعة ثانية اتقدمت عجز الموجود على البحيرة، قطعاتنا بقوة فوج الكل قاطع، المدفعية مستمرة بقصف الجسر حتى نعيق تقدم القوات الإيرانية. احنا عززنا جناح الأيسر عدا بعض الثغرات، هاي خلال ساعة لو ساعتين راح نسدها. بهالطريقة راح نحاصر القوات الإيرانية اللي متواجدة في هالمنطقة. أنت
قدم شمار تمومه. تمومه؟ مصطفی، جعفر، مسیر که درست اومدیم، پس این خاکیز کجاست؟ عجیره بگیر. منصور، منصور شهید، در خدمتم مهدی. گوش کن مصطفی، میخوام تو و جعفر یه گشتی اطراف بزنیم ببینین خاکریزی میبینین یا نه. باش. منصور، منصور شهید، ساعتی بدونم. منصور جان به گوش باش. منصور، مطابق آدرسی که ما داریم مورد رویت نمیشه. منظورت چیه؟ نکنه مسیر رو اشتباه طی میکنین. یعنی حالا دیگه شرق و غرب رو تشخیص نمیدین؟ میتونین از حبیب کمک بگیرین؟ آدرس خود حبیب به ما داده. حبیب روی آدرس مسلطه. جواد، جواد شهید، شهید جواد. هاشم جان، فکر میکنم ما گم شدیم. نه. آره؟ این که خیلی بده. یه کاهو میخوام. از سوه منفر. طالبین تنویر سیدی، ارمی تنویر. نسر سقر، نسر سقر، ارمی تنویر. تنویر. حبیب اون طرفه؟ پس واقعا اشتباه میرفتی؟ اونجا رو. اینم کاهو مهدی جان، خوب بود؟ سب کن هاشم، سب کن، قاطی شد، با یه کاهو دیگه قاطی شد. یکی دیگه برات میفرستم. قربون دستت. هاشم، دیوار موش داره. بعدی رو برو. موجو عوض کردم قربان. خب چه خبر؟ هیچ خاکریزی علامتی دیده نمیشه. خیلی ممنون، برین سر جاتون. به گوش باش هاشم، یه دونه قرمز خالخالی بفرست. پیدات کردم، موفق شدیم. حبیب این طرفه، پس ما داشتیم مسیر درست. شکر، الحمدلله. به ما که رسید آسمون تپید. اینجوری نمیشه هاشم. کاهو کرموز، باید کاری بکنی که بتونم سوا کنم. بده من حاجی، من میدونم چجوری براش قابل تشخیص کنم. یه کاهو برات میفرستم که لنگه نداشته باشه. آماده ای؟ تاسه میشمارم بعد یه کاهو میفرستم. یک، دو، سه. بدی حبیب اون طرفه. خب چطور بود آقا مهدی؟ خوب بود، باریکلا. از عراقی ها تشکر کن، ما کاهون نفرستیم. پس ما مسیر درست اومدیم. بچه ها رو را بینست باش. را میفتیم. همه پشت سر من، با حالت خمیده.
فرمانده، داره میاد. مهمات آوردن؟ نه، آزوغه است. با محمدی کمک رو بین بچه ها تقسیم کنم. محمدی زخمی شده، خودم پخشش میکنم. منو بستم. یارون میاسه. سوار این برادر بیا، تو میشناسی؟ نه زیاد. تو میشناسی؟ تو بلفجر هشت دیدمش. فرمانده یکی از گردنهای لشکر آشورا بود. فرمانده گردن؟ آره، اونم یه گردن خط شکن. قشنگم فرستاد. پس اینجا چیکار میکنه؟ چه میدونم، شاید دوست داره گمنام بشه. زدن! زدن! مهدی! نفربارو زدن از جلو. از جلو؟ آجیرو بگیر! پشت سرمون که باید خودیا باشن. منصور شهید؟ به چیمون کردم؟ به گوش باش منصور جان. پشت سر ما چه خبره؟ سر سفره یه خورده شلوغ شده. ما میتونیم با پشت سرمون دست بدیم ها؟ شما به حبیب ملحق بشین، سریع. اگه سر سفره همینجور شلوغ بمونه چی؟ گفتم شما به حبیب ملحق بشین، این قسمت رو به ما واگذار کنین، تمام. برادر مهدی، از دست هیچ کس کاری بر نمیاد، هم شما و هم خط پشت سر شما در محاصره قرار داره. وضع حبیبم بهتر از شما نیست. اونا بعد از دست دادن نصف گردان مجبور به عقب نشینی به جایی شدن که گاهی با آتش دقیق توپخانه و گاهی با تک زرهی ما تارمار میشن. خب چی میگه؟ منصور شما هم شنیدین؟ منصور شهید؟ شهید منصور؟ یه نفر رو بیسیم ما آمد، شما هم شنیدین؟ بله شنیده شد. کی بود یعنی؟ ما هم نمیدونیم. این حرفا در مورد حبیب صحت داره؟ حبیب مجبور به عقب نشینی شد. باید زودتر را بیفتیم. پناه بگیریم، بیرون نیان! از سنگرتون بیرون نیان! برو تو! بیرون نیان! برید! پناه بگیریم، زود باشین! زود باشین، برید تو سنگرتون! هاشم، چند تا از بچه ها سر پا؟ ده بیستایی میشن. اگه مالک نرسه چی؟ باید دعا کنیم مگه اینکه خدا به داد اون برسه. کربلا بودو ماشالله، بودو بچه های حبیب منتظرم، بودو ماشالله، بودو
باشه. سریع تر اینجا. سلام قاسم. سلام هاشم کجاست؟ چه عجب، هاشم شهید شد. از صبح تا حالا درگیریم، کلی از بچه ها شهید شدن. این دم آخری هم خدا شما را رسون. آمبولانس هم بردین؟ آمبولانس؟ آدمش به سختی میتونه برسه اینجا، رابسته شده. بس بس نمیتونیم بکشیم عقب. میدونی چقدر زخمی داریم؟ چقدر شهید داریم؟ اینا رو همینجا بذاریم؟ تا جاده تدارکاتی خیلی مونده. جاده چه خبره میگه؟ ما اول حساب از اون رو کشیدیم عقب. چرا این جاده اینقدر مهم شده که به خاطرش باید یک گردان تلفات بدیم؟ نکنه شما میخواییم برین اونجا؟ نه، شما نباید برین. به محض این که پاتون برسه تو اون جاده، تو وجب به وجبش خمپاره و توپ منفجر میشه. اونقدر که زیر پات به لرزه در میاد، شب مثل روز روشن میشه. نه خاک ریزی، نه سنگری، نه جون پناهی. اونجا آخر دنیاست. آخر دنیا. این کار باید به آخر برسه، حتی اگه به آخر دنیا ختم بشه. و امیر بگو به زخمی ها برسه. از عباس چه خبر؟ اثری ازش نیست. شهدا رو که جمع کردین آماده باشین، به محض اینکه هوا تاریک شد میریم جلو. جلو؟ چرا همینجا منتظر نمیشیم تا کمک برسه؟ دور و برت نگاه کن، ببین چقدر شهید و زخمی دادن. اونا گرای این خاکریزو از برن. میتونیم برگردیم موقعیت خودمون، اونجا امن‌تره. ما الان تو محاصره هستیم، پس امنیت معنی نداره. اگه برگردیم عقب چی نصیبمون میشه؟ جز اینه که کار ناتموم میمونه. اما اگه بریم جلو به جایی میرسیم که به خاطر شروع کردیم. من مطمئنم ان‌شاءالله اگه کارو تموم کنیم، پشت سریای ما هر جور شده خودشونو میرسونن. ان‌شاءالله. ان‌شاءالله.
سيدي هسه وصلت برقية تقول ان هجوم قواتنا على فوج حبيب فشل. ما بيكم خير؟ مو قواتهم الاحتياطية وصلت بآخر لحظة سيدي. مهدي نعم شكرا استلمت. بسم من واحد الى اثنين ارسلوا رمانات فورا ارسلوا رمانات فورا شكرا. پیشرفتت قابل تحسینه مهدی، منو تحت تأثیر قرار دادی. نعم. اما پیروزی در یک نبرد یک روزه تعیین کننده نیست. نعم. هو كذلك. مخصوصا اینکه حالا هر دوتون یک جا جمع شدید و کار رو ساده تر کردید. الان لقمه چربی شدید که بلعیدنش لذت فراوان داره. اشتهای خوبی داری. همینطوره. رو دلت میمونه. چه میشه؟ گفتم رودل میکنی. تا صبح معلوم میشه من رودل میکنم یا تو. مثل آدم های مهم حرف میزنی. چرا به خودت گرفتی؟ این افتخار رو به تو میدم که با من آشنا بشی. من جنرال خلیل النوری فرمانده انتصابی ویژه از جانب شورای فرماندهی عراق در منطقه عملیاتی یک شرمچه در خدمت شما هستم. فارسی خوب بلغور میکنی. من چند سال به عنوان وابسته نظامی عراق در تهران بودم. البته این مربوط به دورانی میشه که تو با شلوار کوتاه در انظار ظاهر میشدی. حالا تو خودتو معرفی کن. اسممو که میدونی. یه بسیجیم و الان لباس رزم تنمی. مخل آسایشتم، سوهان روحتم، ملای جونتم، خاره توی چشمتم، استخونه توی حلقومتم، چوب الله چرختم. اصفوهم بالمدافع. امرک سیدی. به نظر تو زود به این خلقیس نرسیدی؟ چطور؟ دارم خارتیز قبلی رو میکنم. پس هنوز فکر میکنن ما اونجا ما از اینجا رو افتادیم و قبل از اینکه از جاده عبور کنیم رسیدیم به دش بعد از جاده. به نظر تو عجیب نیست؟ این نقشه اشکال داره، موقعیتش درست نیست. ما لشکر زرهی که باید بجنگه. نیسیم هم که شنود میشه. نقشمون هم که درست نیست، محاصره هم هستیم. مگه خدا کمکمون کنه. حیات. بله آجی. منصور شهید. شهید منصور. شاید عراقی ها آذری بلد نباشن. منصور ما در موقعیت حبیب زیر آتشیم، پس این خط محاصره کی شکسته میشه؟ مهدی جان مراقب کلماتی که به کار میبری باش. آجی آبرس موقعیتن قباق بیر دجا یتشمیشیق چی کاغازدا یوخدی. یعنی نمنه؟ بیز اوچومچی دجا یتشمیشیق اما کاغاز یوزوندن اوچومچی دج یولون اوت آیندادی. سیز یولدن کیچیپسیز اما باشا توشمیپسیز. سیز دیگن اولماز. نیه؟ اولار کاغاز دوزدی. خب قربان به زبان آذری صحبت میکردن. بعد گفتن شما حتما از جاده گذاشتین و متوجه نشدین. یعنی بیابونو از جاده آسفالت تشخیص نمیدین؟ از اون گذشته ما که نمیتونیم در این فاصله اینقدر راه اومده باشیم. گم شدی مهدی؟ اون نقشه به درد نمیخوره. تو فرمانده باهوشی هستی اما حیف که بدشانسی. من تمام موقعیت‌های دشت رو عوض کردم. تو افتادی توی تله خاکریزهایی که یکی دو روز پیش ساخته شده. تو بدبختی ولی من خوششانس هستم چون مترجمی دارم که اتفاقاً آذریم بلده. اگه من جای تو بودم خودمو با یک تیر خلاص میکردم تا تلف شدن سربازانم و توی محاصره شاهد نباشم. شما چی بیان اینجور وقتا؟ مسلمان نشنود، کافر نبیند. یه تیم گشتی آمده کن. حامدی، یه چیزی اونجا رو سیاهی میزنه. شما همینجا بمونی. تازه الان رسیدیم به جاده. قایم شیم بخواب این زمین.
برگردین خاک ریز. باشه بریم. بچه ها بریم. سيدي ذولا أسرناهم قاطع العمليات. وين أسرتوهم؟ سيدي قريب بحيرة الأسماك. أخذوهم للسجن. أمرك سيدي. يلا يلا انزل انزل بسرعة انزل حرك حرك انهض 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 قم يلا يلا بنصب بنصب حرك يلا امشي بسرعة يلا امشي ادخل يلا يلا دخلوا دخلوا بسرعة ادخلوا ادخلوا شو جعبه ها پر از مینه ضد تانکه. بریم. مشتبه مهدینا دارم میان. خدا قوت. زنده باشی. داشتم نگران میشدم. خیلی دیر کردی. آره اون جلو خبرایی. بیا عراقی ها یه قرارگاه دارن، یه قرارگاه حسابی، هر چی بخوای دارن، تانک، توپ، نفربر، خمپاره، مهمات. تو بد مخمسه ای افتادیم مهدی. فکر میکنم این خاکریزم یه جور تله است. چطور؟ شما که رفتین اینجا رو سرکشی کردم. چپ و راست خاکریز بریدگی داره، درست مثل یه پل هوایی دو طرفش به زمین میرسه. اون جلو هم که یه قرارگاه دارن، اینا میدونن که ما اینجاییم، بنابراین دلیل نداره که صبح از بریدگی ها نکشن تو. بس فکر همه چیزو کردی؟ من نه، اونا تداره که همه چیزو دیدن. از یگانای پشتیبانی کننده چه خبر؟ لشکر داره رو دریاچه عمل میکنه که هنوز موفق نشده حلقه محاصره رو بشکنه. گمون نکنم بعد از اینم کاری بتونن انجام بدن. بزنیدشون. اون آدم ها بسیجی هم. بزنیدشون. ما با طرف خودی ها شلیک نمی کنیم. اینا قرآن های سر نیزه هم. بزنید.
عراقی ها بد جوری ساکتن، با اینکه میدونن ما اینجاییم اما حمله نمی کنن. دلت شور نزنیم، پیداشون میشه. میگم نکنه منتظرن ما شروع کنیم. تو چقدر ساده ای مشتبه، ما تو دستای اوناییم. بس چه رنگا لفتش میدن، زور شد دیگه. اونا با این انتظار زجرمون میدن، میخوان روحیمونو خراب کنن. بگو مصطفی شروع کنیم. مصطفی بهتی میگه آتیش کن. حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین جانم، حسین امام و مقتدا، حسین جانم، حسین جانم، حسین نور دل زهرا، حسین جانم، حسین جانم، قی می شود خود خدا، حسین جانم، حسین جانم، آییم به سوی کربلا، حسین جانم، حسین جانم، بوسه زنیم قبر تو را، حسین جانم، حسین جانم. جوانتر و کم تجربه تر از اون هستی که معنی لجاجت رو در جنگ بفهمی. شاید این گلوله باران تو رو سر عقل بیاره. بهت تأکید بکنم، تو در محاصره کامل قرار داری و قادر به حملم نیستی. پس عاقلانه فکر کن و بیشتر از این خون افراد تو به گردن نگیر. تو فرمانده ای و جای پسر من هستی. قول میدم در صورتی تسلیم بشید با احترام با شما رفتار بشه. این نگرانی دلواپسی تو برای جون من و افرادم برام جالبه. این مقاومت بیهوده نتیجه ای جز نابودی کامل نخواهد داشت. ما به نتیجه فکر نمی کنیم، ما به تکلیفمون عمل می کنیم. حرف زدن با تو بیفایده است. شیمیاییه! شیمیاییه! اون آرپیجی رو بردار. یه نفر دیگه شهید شد. آمارم گرفتی؟ 21 شهید، 10 مجروح سنگین، 65 نفر مجروح سرپایی. پس با این حساب تعدادمون به 150 نفرم نمیرسه. خیلی ضعیف شدیم مهدی. با این وضعی که داریم اگه تا صبح دووم بیاریم خدا بهمون لطف کرده. آهای! اونا بالو دست! نمیفهمی؟ بچه ها دیشب بازم جلو رفتن، بچه ها دیشب بیش روی کردن. گوش کن مهدی، خبرهای خوش. خلیل بگوشی. خلیل اگه بواریان هم در محدوده فرماندهی تو باشه مطمئنن عواقب ناخوشایندی برات خواهد داشت. همقطرهای من دارن به رودخونه میرسن. آخرین گزارش رسیده با
آتش نیروهای ضد زره سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 50 دستگاه تانک و نفربر این دو گردان با آتش کشیده و منهدم شد که دود ناشی از آن همکنون در منطقه عملیات. این خبرها رو به گوش همه برسون. بچه ها دیشب بازم جلا رفتن. بچه ها دیشب پیشروی کردن. یه مطلب دیگه. چه؟ وضع مهماتمون تعریفی نداره. مهمتر از اون روحیه بچه هاست که به تقویت احتیاج داره. این سکون به نفع ما نیست. اینجوری خاصیتمون رو از دست میدیم. همینا بسه. شما برید. امیدوارم تصمیم عجولانه نگیری. چرا عجولانه؟ اگه اصولت بهت اجازه میدی یه اسیر رو بکشی، خب بکش. آه!
بلخبو فوراً آنی عرید میت. نزن مهدی، چی شده؟ به به، چشم ما روشن، آهوی بیابان. چی شده مهدی؟ چه بلایی سرت اومده؟ بالاخره کار خودتو کردی یاره؟ الان موقع این حرفا نیست، زخم‌ها پس وقت این حرفا چه موقع است؟ تو هیچ فکر نکردی؟ اگه گم بشی یا اسیر بشی ممکنه برای بقیه هم درد سر درست کنی؟ انضباط نظامی رو که بیخیال شدی؟ فکر نکردی با شخصی کردن انگیزت ممکنه اجرتو ضایع کنی؟ آره تو حق میگی. معلومه که حق میگم. خطا کردی، هیچ توجیهی هم برای رفتارت نداری. حالا پیداش کردی یا نه؟ یه خورده سخت بود ولی هر طوری بود پیداش کردم. مادرم از مشهد براش خریده بود. حالا اینو که ببینه خیالش راحت میشه. بالاخره نگفتی چه بلایی سرت اومده؟ ماجراش مفصله. فقط یادت باشه بلافاصله خبرشو برام بیاری. حالا برو. خداحافظ. مواظب خودت باش. حاجی، هر لحظه عبور از جاده روی دریاچه مشکل‌تر میشه. عراقی ها بد جوری دارن تقویت میشن. عین مور و ملخ نیرو و تجهیزات دارن پیاده میکنن. هر طور شده باید از دریاچه بگذریم. نباید از برنامه عقب بریم. خلیل مهدی؟ سلامو میشنوی؟ خلیل مهدی؟ طوریت نشده؟ سالمی؟ چونت چطوره؟ پس اگه ازت پرسیدن درجه تو چجوری از دست دادی؟ یا اینکه قرارگاهت چطوری به هم ریخت؟ چی داری بگی؟ منو نشناختی خلیل؟ دوستانم میگن صدای من از پشت بیسیم یه جور دیگه است. آره؟ چرا صدا در نمیاد؟ نکنه مردی خلیل؟ فردا مرگو برات معنی میکنم، تکه تکت میکنم. پس سالمی، میتونی حرف بزنی؟ میکوشمت مهدی، قسم میخورم که میکوشمت. پس تا فرصت دارم اطلاعاتی به ستادمون بدم که مشتاق شنیدنشن. آجی به گوش باش، عراقی ها امشب تعداد تانک های مستقر در قرارگاهشون رو به دو برابر افزایش دادن. من تونستم 300 تا تانک بیسی مخفه کن مردک. شما به کجا رسیدین؟ ما هم این طرف داریم سعی خودمونو میکنیم. انشالله که نتیجه بده. انشالله. چند تا سنگر حفره روباهی پشت خاکریز بزنین. عباس تو هم کمک کن که مینا کار گذاشته بشه. باشه. بقیه هم برن استراحت کنن. احتمالاً خلیل صبح شروع میکنه. یه خورده دیگه بکنید کافیه. با حفر این حفره روبایی ها باید دو طرف خاکریز رو تقویت کنیم. بدر گردان! عراقی ها اومدن! حتما حقه تو کاره. این اندازی نکنین! تیراندازی نکنید! کسی تیراندازی نکنید! تیراندازی نکنید! پشتبا! بگو تیراندازی نکنم! دارن میرسن به خاکری! اگه به خاکریز هم چسبیدن کاریشون نداشته باشید! سر اینو به همه اعلام کن! تیراندازی نکنید! تیراندازی نکنید! تیراندازی نکنید! کسی تیراندازی نکنه! کسی تیراندازی نکنه! عباس!
تا من نگفتم بگو کسی تیراندازی نکنه. تیراندازی نکنید، تیراندازی نکنید. تو کلت اوز خلیل بهتر از این نمیشه. آفرین مهدی، نیروهاتو خوبا رایش دادی. چپ و راست خکریز برای اینکه محاصره نشی، اما وسطو چی کار میکنی؟ من ترجع الدبابات نهجم. امرک سیدی، منظورشون از این کار چی بود؟ با این کلک کلی مهمات از چپ و راست گرفتن. فکر کنم میخواستن نقطه کوره خکریزو پیدا کنن. الدبابات تتحرك. نعم سيدي. جميع الدبابات والناقلات للحركات، هيا. ببین تا حالا اینقدر تانک دیده بودی؟ اینا فکر میکنن پشت این خاکریز چند نفر جا میشه؟ یه لشکر؟ بهتر بود آر پی جی زن میشدم. تازه تازه جنگ داره عادلانه میشه. چجوری حساب کردی؟ یه نفر در مقابل یه تانک. بازم بد نیست. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. منصور، منصور شهید. جانم شهید. حاجی، از حرفی که میخوام بزنم شرمنده. ممکنه نتونیم موقعیتمون رو حفظ کنیم. چی شده مهدی؟ این بار شلمچه قراره کربلا بشه. میتونید برید به موقعیت 3-2-1؟ عقب نشینی غیر ممکنه. پشت سرتونم بسته است. یه فشار کوچیک برای قتل عام همه تون کافیه. حاجی، اونا دارن جلومون سخت میکشن. کافیه بهشون پوش کنیم. اما حتی احتیاج به شلیک هم ندارن. با تانکاشون از رومون رد میشن و لهمون میکنن. باید از نیروی هوایی کمک بگیریم.
بگم نیروها بکشن وسط؟ چرا وسط؟ اونا فهمیدن وسط خالیه، طبیعی از اونجا شروع میکنن. اگه خلیل میخواست از وسط نفوذ بکنه بلافاصله بعد از شناسایی حمله میکرد. میخوای بگی عراقی‌ها با اینکه میدونن آرپیجی زنا در دو طرف خاکیز موضع گرفتن بازم از طرفین حمله میکنن؟ نه نه، من میخوام بگم خلیل داره حساب شده عمل میکنه. ما هم فرصت اشتباه نداریم، پس باید مطمئن باشیم آرایشی که میدیم درسته. بالاخره دو را بیشتر ندارن، یا دورمون میزنن یا از وسط شروع میکنن. شاید هم هر دو. اگه نسبت به ما آرایش 8 بگیرن میخوان از دو طرف بیان، و اگه نسبت به ما آرایش 7 بگیرن از وسط حمله میکنن. اون وقت ما باید نیروها رو بکشیم وسط. النيران تتهج. امرك سيدي، المدفعيه والهوانات ارمي. مورد 27 انجام شد، ادامه مسیر برای ماموریت اصلی تمام. سيدي مجموعة من الدبابات بالقصف انصابت، لازم نسحبها من ساعة المعركة بسرعة. اطلب طائرة صمتية. شلون نوزع الدبابات؟ نخدقهم بأن نهجم من وسط الساطر. نعم سيدي. این نکته رو به خاطر بسپار مهدی، آخرین جایی که روش قدم میذاریم. نیروها بگیم بکشن وسط، بگید همه آماده بشن، بگو تا به تیر دست نرسیدن کسی شلیک نکنه. مشتبه بگو صبر کنن تا کاملا نزدیک بشن. برو تا نزدیک نشدن تیر اندازی نکنید. بکشین وسط، بکشین وسط، بکش وسط مصطفی. باشه بکشین وسط، بذارین کاملا بهتون نزدیک بشن. همه آماده باشن. مرتضی محسن بهتی میگه بذارین تا اونجایی که ممکنه بهتون نزدیک بشن. نزدیک بشن یا از رومون رد شن. اگه خطا کنید اونجا شم میگه. حواستو جمع کن محسن. تو برو اونجا محسن، یه ما هم اینجا رو پسن میزه. بکشن سریعتر پخش بشین وسط. بچه بکشید وسط، بکشید وسط، زود باشید، بکشید وسط. همه آماده باشن، میخوان از وسط حمله کنن. صبر کنید نزدیک بشن بعد شلی کنید.
وزع نار الدبابات اطراف الصادر. امرك سيدي. هوای اون جناح داشته باشید، ممکنه بخوان دارمون بزنن. جناح راست رو پار کنیم مصطفی. سری بکشید جناح راست بچه ها، یالا فورم بکشید جناح راست رو اونجا رو پار کنیم. بکشید جناح راست بچه ها، بکشید جناح راست، عجله کنید. بزنن بزن بیان نزدیکتر. بعض مهماتی من شده تعریفی نداره. بیا این دم آخری به نصیحت من گوش. چی میگی؟ بگو. با هر گلوله دو تا تانک بزن. آخرین گلوله برای آخرین تانک این جناب. به جون سید، زود باش. الکل نفذوا الاوامر. نعم سیدی. بیشتر از اون چه که فکر می کردم شجاعت به خرج دادی. اونا از زنده بودن ما خیلی ناراحتن. خسائرهم كثيرة جدا وانهارت قواهم حيث راح دمرهم. همه سر جای خودشون.
بکشید عقب، همه سر جای خودشون، زود باشید بجنبید. فاطمه زهرا، بزنش مصطفی. وزمون خرابه دیگه، آرپیجی نشه. ما منتون فاطمی زهرا، نمونده تا قصد رباز چی شده؟ عباس نظر به خود چیز برسن، دیگه کسی نیست، همه چی تموم شد، تا قصد بیاد انگوشتر تو چی؟ میشیم همه بده به مادر عباس، پاشو عباس، همه چی تموم شد عباس، پاشو تو باید زنده بمونی. عباس لا اکبر، عباس
دلم تا چند یارم خسته باشد، در لطف تو تا کی بسته باشد. خدایا راضیم به رضای تو. نمشید از منده راجعته خیلی مونده؟ خیلی که نه، من اندازه یه تکبیر.